به بخش دوم وسایل مورد نیاز برای طراحی و جنسیت سازی انواع پارچه ها خوش اومدید. بخش یک رو اگر ندیدید توی ویدیو قبلی حتما ببینید، براتون گفته بودم واسه شروع چه وسایلی نیاز دارین. اگر که دوست دارین بدونید وسایل چیا هستن تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب عزیزای دل، میخوام که وسایلی که برای جنسیت سازی انواع پارچه ها نیاز دارین رو بهتون بگم. باز دوباره کلاستر نیاز داریم، همونطور که توی فیلم قبلی بهتون گفته بودم این کلاسترهایی که اینطوری منگنه دارن و اینا خیلی خوبه واسهتون برای نگهداری کاراتون. اینطوری کاراتون رو میتونید توی کاوه خیلی راحت نگه دارین و خراب نشه کاراتون، حالا خیلی دسترسی خوبی داره. خب پس یه دونه کلاسور داشته باشین، کاورش، مقواشم که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم مقوا اشتنباخ خوبه، دفتر طراحی خواستین بگیرین نهال و اتود خوبه، اتود برای کرافت، نهالم که برای کاغذ سفید. مارکر مداد رنگی کار میکنیم، باز دوباره توی ویدیو قبلی گفته بودم تاچ خوبه تو مارکر، کویلو خوبه، مازاری خوبه، مداد رنگی هم که فابرکستر پولیکروم، اینا رو توی ویدیو قبلی براتون گفته بودم رنگای پوستو. حالا بچه ها برای جنسیت سازی پارچه ها مسلما شما حالا جنسیت سازی خیلی مختلفی ممکنه انجام بدین و رنگای زیادی استفاده میشه، فقط با 4 تا رنگ شما نمیتونید مثلا همه جنس پارچه ها رو در بیارید. چی کار بکنی برای اینکه هزینه ها مناسب تر باشه؟ اولا که نیاز نیستش حتما فابرکستر پولیکروم شما تهیه کنید. پولیکروم ها همین چیزا بود دیگه، همین مداد رنگی های طوری گرد فابرکستر بود که خب قیمت بالایی دارن. ما گفتیم برای رنگ پوست 4 تا ازش میگیریم، ولی الان ما نمیتونیم بیاییم مثلا یه ست کامل پولیکروم بگیریم که بتونیم باهاش جنسیت سازی مختلف انجام بدیم. به جاش من بهتون میگم که از این فابرکستر‌های کلاسیک استفاده کنید، اینا هم کیفیت خیلی خوبی دارن و راحت میتونید باهاشون همه جور جنسیت سازی انجام بدید. مثلا یه 36 رنگ ازش کافی میشه براتون. اگر دوست دارید که حتما پولیکروم تهیه کنید، باز دوباره میتونید دونه ای خرید کنید. این دفعه چی کار میکنید اگر خواستید که دونه ای پولیکروم بخرید؟ ببینید طیف‌های رنگی زیادی وجود داره، شما از هر فروشگاهی که خرید کنید بهتون کالیته رنگشو میده. فروشگاه ندا توی گوگل سرچ کنید کالیته رنگ، این همچین چیزیه. خب کالیته رنگی که شما نگاه میکنید همه رنگا با کدا با اعداد مشخصه. ببینید مثلا شما میخواین جین بکشین، میاین رنگ جین مثلا میگین من 146 رو میخوام برای جین، یکی میگه نه من جین خاکستری میخوام بکشم، یکی میگه مثلا میخوام سرمه‌ای بکشم. سلیقه یه ذره خودکفا باشید، نگاه به کالیته میکنید، عدد رو انتخاب میکنید به همین راحتی. چی کار میکنم؟ رنگ بیس رو مثلا میگم که میخوام رنگ بیسم این 154 باشه، یعنی جینم این رنگی باشه. بعد حالا من میگم که این رنگو میخرم یه دونه مدار، بعد میام یه دونه دیگه است مثلا رنگ تیره ترش که میشه این 152 هم میخرم. این دوتا مداد برای من کافیه واسه جین کشیدنم. پس اینجوری خرید میکنید بچه ها، شما میان یه رنگ بیس میگیرید با یه دونه رنگ تیره تر واسه سایه زدن. اگر میخواین دونه خرید کنید پولیکروم رو به این صورت خرید میکنید. حالا جنسیت سازی دیگه چطور؟ هر جنسیت سازی بچه ها یه رنگی هستش که توی اون جنسیت سازی بیشتر دیده میشه، یعنی مثلا شما مخمل قرمز یا سبز رو بیشتر میبینید، قرمز مثلا این رنگی. پس میام یه دونه 217 میخرم برای مخمل. حالا مخملی که دارم با قرمز میکشم سایه هاشو چه رنگی بزنم؟ اینی که قرمزش تیره تر رنگ قرمزه، سایه هاشو میام با رنگ پوست تیره هم میزنم که واسه یه ترم اولم خریده بودم. کلا رنگای گرم رو میتونید با رنگ پوست سایه بزنید، مثلا زرد و با رنگ پوست روشن سایه بزنید، نارنجی رو با متوسط سایه بزنید، قرمز رو با رنگ پوست تیره یعنی قهوه‌ای سایه میزنم، آبی رو میتونم با خاکستری سایه بزنم. مثلا خاکستری یه دونه خاکستری متوسط بگیرم، چه آبی چه سبزم و چه حتی بنفشم و میتونم با خاکستری سایه بزنم. پس این هم یه چند تا تکنیک سایه زدن و اینکه شما چجوری خرید کنید. پس هر جنسیت سازی یه رنگ مخصوص داره، مثلا
برای چرم شما معمولا مشکی میبینید، قهوه‌ای میبینید، زرشکی میبینید، دیگه چرم زرد زیاد نمیبینید، مثلا مخمل قرمز میبینید، سبز میبینید، آبی مثلا یخی میبینید، خاکستری میبینید، سرمه‌ای میبینید، مثلا جین صورتی نمیبینید، مثلا دارم بهتون میگم اون رنگی که دیده میشه رو میایین خرید میکنید و تمرین انجام میدین. برای مارکر هم باز مجدد میگم مارکر کویلو قیمت خیلی مناسبی داره، کیفیت خیلی خوبی داره، شما میتونید کویلو خرید کنید، مازاری خرید کنید، تاچ اگر دوست داشتین میتونید خرید کنید، قیمتش بالا رفته. پس من دارم بهتون میگم کویلو. حالا برای ماژیک واسه جنسیت‌سازی چیکار کنم؟ باز دوباره عین همین کاری که برای مداد رنگی کردم، مثلا فرض کنید تیپ ماژیکامه، باز دوباره میام یه دونه رنگ روشن، یک الا دو تا، یه دونه هم میتونم فقط بگیرم، نهایتا دو تا مارکر، یه رنگ بیسمو میگیرم، یه رنگ سایمو. پس اول میتونم حتی عکس کاری که میخوام تمرین کنم و انتخاب کنم، بعد طبق رنگش بیام خرید کنم. خورد خورد خرید میکنید بچه ها، کلن اجباری نیستش که همه وسایل رو یک جا تهیه کنید. این از ماژیک و مداد رنگی، مقوا هم که بهتون گفتم. دیگه وسایل جانبی هم هموناست، پاکن اتودی معمولی خمیری، معفکن خودکار سفیده که خیلی لازم میشه تو جنسیت سازی، بیشتر لازم میشه، اتودمه، مداد رنگی شد پولیکروم یا کلاسیک، و تراش. راپید هم بگیرید بچه ها، راپید یه دونه دو دهم، یه دونه پنج دهم بگیرید مثلا، یا اینکه یه دونه فقط دو دهم بگیرید. راپید هم توی جنسیت سازی به کار میره، همین دیگه. برای اینکه معف کنم و تمیز کنم سنباده نیازم میشه دیگه، همین. امیدوارم که این وسایل رو راحت بتونید تهیه کنید. و اینکه البته بچه‌ها بهتون بگم که چی می‌خواستم بگم، آها، پولیکروم مداد رنگی و بچه‌ها اگر که حالا دارید هر رنگی می‌گیرید از هر مارکی، مشکی و سفید و پولیکروم بگیرید خوبه، یعنی منظور فابر کاستل پولیکروم بگیرید مشکی و سفیدتون رو، بقیه رو به نظر من از کلاسیک بگیرید که قیمت مناسب تر داره، بعدها به مرور زمان خواستید بیشتر هزینه میکنید، ولی فابر کاستل کلاسیک خیلی خوبه، از استدلر خیلی بهتره، این اشتباه نکنید که بخوای استدلر بگیرید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. تا آموزش‌های بعدی فعلا خدا نگهدار.